بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند و با سلام محضر عزیزان مستمعان حاضر و غائب، ببخشید از اینکه قدری تأخیر شد، غفلتی کردیم و قدری از اون اکسیدی که باید خارج بشیم فراتر رفتیم و دوباره بازگشتیم، ولی خب به حمدالله به مقصد رسیدیم، گرچه قدری دیر رسیدیم و کرامت دوستان عزیز البته عذرخواه ماست. بله، چنان که گفته شد جلسه 20 از مباحث موانع و دوائی سلوک دیندارانه در جهان مدرن است، اما با این 20 جلسه ممکن است که ما نمره 20 بگیریم اما بحثمون به پایان نمی رسد و ظاهرن حاجت داریم که چند جلسه دیگر را هم به این بحث اختصاص بدهیم. حوصله عزیزان و دقتشون و حسن استماعشون و حضور مرتب و مکررشون مشوق بنده است. عزیزان استحضار دارن که این بحث ها فقط برای حاضران نیست، کسان بسیاری هستند که اونها رو دنبال می کنند، با من در ارتباطند و سوال می فرستند، من جواب می دهم، حتی پاره از این بحث ها رو در جلسات خودشون بحث می گذارند، مورد گفتگو قرار می دهند و برای خودشون الحمدلله اینها رو مفید می یابند. من هم خب برانم که تا بتوانم این بحث رو تا جایی که طاقت فکری من اجازه می دهد ادامه بدهم و کلام رو درباره اون اشباع کنم و مجموع تجربه های خودم و تفکرات خودم در این باب رو عرضه کنم. این مباحث سردی نیست که من ارائه می کنم، یعنی تماشاگرانه نیست بلکه بازیگرانه است. پاره ای از این مباحث چنان است که من خود مدتها در دل اونها زیستم، به اونها فکر کرده ام، برای حلشون کوششی به عمل آورده ام و از دیگران هم کمک گرفته ام و حقیقتاً دینداری در جهان مدرن برای من مسئله بوده است و مسئله هست. غیر از این که با سوالات دیگران مواجهم، با سوالات درونی از جانب شخص خود هم مواجهم، یعنی خودم از خودم میپرسم، گریبان خودم رو میگیرم و با این سوالات و مشکلات کلنجار میروم و میکوشم در حد انصاف به پاسخ اونها برسم و اگر هم نرسم اعلام کنم که پاره از اینها یا بی پاسخ است یا پاسخش بر من روشن نیست و علی ای حال مسئله رو به صورت گشوده و اوپن بگذارم و کدام مسئله است که میتوان برای او راه حل و پاسخ قطعی نهایی پیدا کرد. دینداران در جهان جدید با مشکلات و معضلات و سوالات بسیار روبرو هستند. دینداران معرفت اندیش رو میگویند. دینداران معیشت اندیش آرامشی دارند به دلیل اینکه گریبان خود رو نمیگیرند، سوالی نمیکنند، کسی هم از آنها سوالی نمیکند، رابطه مرید و مراد دارند، رابطه عبد و مولا دارند و به همون نحو که در کشوری به دنیا آمده اند و اونجا رو وطن خود می دانند، در قلمرو دینی هم که به دنیا آمده اند اون رو بدیهی می انگارند و اساساً به فکر این نیستند که جستجو کنند و از دشواری های راه بپرسند. از ابتدا تا انتهای عمرشون با آرامش خاطر و با یقین به این که از قضا خداوند به اونها نظر لطفی داشته و حق رو ارزان و مجانی در اختیار اونها قرار داده و پس فردا هم اونها رو به بهشت میبرد و در کنار اولیای خود می نشاند، با چنین یقینی زندگی می کنند و خوش به حالشون، حقیقتا خوش می گذرد به اونها. اما خب همین که آدمی مثل حضرت آدم از بهشت بیرون آمد، اون هم بهشت بیخبری بود،
آدم در بهشت از مشکلات زندگی این جهانی خبر نداشت، ولی همین که هبوط کرد و به پایین فرستاده شد و آمد، آنگاه بود که دریافت نوع دیگری از زندگی هم وجود داره و این نوع دیگر مشکلات ویژه خود رو داره. از همه مهمترین که شیطان در او وجود داره. اگر در بهشت با ملائکه محاصره شده بود و هم نشین بود، در زمین شیطان دوروبر او میپلکید و او رو آسوده نمیگذاشت و این زندگی آمیخته و آلوده به شیطنت شیطانی زندگی همه فرزندان آدم است، نه فقط آدم. حقیقت این است که داستان آدم داستان همه ماست. بشریت تا مدتی، تا قبل از عصر مدرن، در همون بهشت بیخبری زندگی میکرد. دینی داشت، کشوری داشت، فرهنگی داشت، علمی داشت، فلسفه‌ای داشت. هر قومی نوعی از اینها رو برای خود داشت و اونها رو کافی و مکفی و حق و حقیقت می انگاشتن. به نحو و نوع دیگری از دین یا حقیقت یا علم یا فلسفه نمی اندیشیدن. و به قول مولانا، هر کس از پندار خود مسرور به. هر کسی از پندار خود مسرور بود، خوش بود و جا افتاده بود در اونجا که وجود داشت. چیز دیگری رو نمیدید و چیز دیگر نمیاندیشید. مدرنیته ما رو از بهشت بیخبری بیرون آورد. ما هبوط کردیم و به زمین آمدیم. زمینی که مشخصترین مشخصاتش این بود که شیطان در آن زندگی میکند، بلکه سروری میکند و هیچ آدمی رو به حال خود نمیگذارد و توی همه کارها، خصوصا توی ذهن آدمیان، دخالت و تصرف میکنند. نیات اونها، افکارشون رو به میل خود میچرخانند، مگر نوادری که مستقلن و معصومن و مسئول از خطا هستن. اما همه آدمیان جایز الخطان و در خانهشون رو به شیطان بازه و شیطان بدون اجازه وارد منزلشون میشه و زندگی اونها رو بر می آشوبد. ما اکنون در این دورانیم. البته یه عده زیادی هستن همچنین در همون دوران ما قبل مدرن زندگی میکنن و همچنان در همون بهشت قرار دارن و به اونها خوش میگذرن و وارد این جهان نشدن. نه فقط کسانی که در جهان سوم، هم در همین جهان اول، یعنی در آمریکا، در اروپا، کسانی هستن که ظاهرن در غربن و در دوران مدرنن، اما باطنن و واقعا متعلق با عالم ما قبل مدرنن. اما تحصیل کرده ها، یعنی عزیزانی که در مقابل من نشستن و بسیاری کسانی که به این مباحث علاقه مندن، اینا دیگه مگه خواب اون دوران رو ببینن؟ یعنی فکر کنن که بتوانن برگردن به دوران ما قبل مدرن. کسی که با علم جدید آشنا شد، با فلسفه جدید آشنا شد، این خودش بخواهد یا نخواهد ذهنیت تازه‌ای پیدا میکنه. این ذهنیت تازه دیوارهایی به دور او میکشه و اجازه ورود بعضی اندیشه ها رو میدهد و اجازه ورود بعضی ها رو نمیدهد. از اون اینوسنس، اون بیخبری کودکانه اولیه خارج میشود، به نحوی از بلوغ میرسد. این بلوغ همه حرفی است که کانت هم میگفت دیگه. کانت یه مقاله خیلی مشهوری داره که در اون مقاله بیان میکند که روشنگری یا انلایتنمنت، دوران روشنگری که سه قرن الان بر اروپا حاکم و مسلط شده است، توضیح میدهد که این روشنگری چیست. اوفکلرونگ به قول آلمانی ها. اونجا یه جمله ای داره که میگوید که این قلب روشنگری است. ساپره اوده به لاتین، یعنی جرأت دانستن داشته باش. میگوید که روشنگری بیرون آمدن از صغارت است. آدمیان گویی کودکان صغیر بودند، حالا از صغارت، از صغر بیرون میان و این بیرون آمدنشون مهمترین علامتش این است که جرأت دانستن پیدا کرد، جرأت کشف، جرأت تحقیق و تفحص و تجزیه و ترکیب، جرأت این که
هرچه به اونها میگویند رو نپذیرند، بلکه مورد دقت و آنالیز و تحقیق دقیق قرار بدن و جرأت نقد داشته باشند. و فلسفه خود کانت هم فلسفه نقادی است، کریتیکال فلسفی. این مسئله نقد و اینکه از حوزه بیرون نظر کنیم در علم و فلسفه و دین و همه چیز و جرأت دانستن و پرسیدن داشته باشیم، این امری است که در جهان جدید نرم شده است. اگر یه روزگاری اینها استثناء بود، امروز قاعده شده، نرم شده برای معرفت اندیشان، برای تحصیلگردگان، برای متفکران. شک کردن که حالا بحث امروز ماست، امروزه یک امر مطلوب و پسندیده است، نه یک امر نکوهیده. شما نظر کنید در فلسفه خود ما، در تاریخ علم کلام، ما یک مرد بسیار بزرگی داریم که ایرانی هم هست به نام امام فخرالدین رازی، صاحب تألیفات فلسفی، صاحب تألیفات تفسیری و قرآنی و کلامی، بسیار کثیر التألیف، یه عقلی که حقیقتاً با بالاترین عقول مدرن برابری میکنن. این آدمی بود که جرأت پرسیدن داشت، یعنی بدیهی ترین بدیهیات فلسفه رو زیر سوال میبرد. اونم نه سوالات عامیانه، سوالات عالمانه و دقیق و فیلسوفانه. خب چه لقبی به این آدم دادن؟ به جای اینکه بیان از او تجلیل بکنن، گفتن امام المشککین. این آقا پیشوای مشککین است، یعنی کاری که بلده اینی که هی شک بندازه، هی تردید ایجاد بکنه. خب این شک و تردیدی که ایجاد میکرد، شک و چنان که گفتم عوامانه نبود، اثر سیری یا نافهمی نبود، اتفاقا بسیار دقت میورزید. آثارش رو وقتی من میخونم واقعا آفرین از دل من برمیخیزد، چه آثار فلسفیش چه آثار تفسیریش. یک تفسیر بزرگ داره به نام مفاتیح الغیب در 16 جلد که شما وقتی که نگاه میکنید با همه تفسیرهای دیگه فرق داره. همین که یه آیه رو مینویسه، توضیح مختصری میده، بعد میگه فیه مسائل، در این آیه مسائلی است و یکی یکی اینها رو مطرح میکنه، این مسئله، اون مسئله. بعد خود این مسائل هم هر یه مسئله ممکنه بعداً به چند مسئله دیگه تجزیه بشه. دونه دونه اینا رو هم بررسی میکنه، بی پاسخ نمیذاره. اون جاهایی هم که خیلی براش روشن نیست، تشیه والله و اعلمی والله العالم چیزی هم اضافه میکنه که این مطلب کاملا روشن نیست و خدا بهتر میداند. کتاب های فلسفیش که آیتیست در تحلیل و دقت نظر، در همین بحث علیت و امثال اینها فوق العاده قوی به میدان آمده است. غرضم این است که این بزرگوار که باید به لحاظ تاریخی مورد تجلیل قرار بگیره، لقبی یافته است که این لقب، لقب منفی و نکوهیده است، امام المشککین. به او امام المحققین نگفتن، واقعا کارش تحقیق بود، اما گفتن مشککین، که انهو یه شخص بیکاری که نشسته و هی میخواد موش بدونه و انگولک بیخودی بکنه، حرفای نامربوط بزنه و تردیدهای بیپای به وجود بیاره. خب ببینید روزگار گذشته، از همینجا دارم وارد میشم، روزگاری بود که یقین اصل بود، تردید، شک، زن، سوال، پرسش، اینا استثناء بود. یعنی اینطوری برای شما بگم، چنان که امروزی ها هم گاهی میگن، چند تا اصل بر تفکر پیشینیان حاکم بود. یکی این که زبان شفاف است، یعنی وقتی که ما مطلبی رو بیان میکنیم، زبان کاملا در خدمت ما قرار میگیره و به بهترین وجهی بار معنا رو میکشه و لذا در انتقال معنا به ما خیانت نمی کند. Language is transparent. دوم این که truth is evident، حقیقت آشکار است.
نه اینکه آشکار آشکار است، ولی کمی زیر این سطح قرار داره. اندکی که این سطح رو بخراشین و این خاک رو بردارین، حقیقت آشکار می شود. آسان یاب است. اصابت به واقع و یافتن حقیقت زحمت چندانی نداره. زحمت داره، جستجو داره، اما نهایتاً شما او رو در آغوش خواهید کشید و ناکام نخواهید ماند. و کار علم، کار فلسفه، انباشتن حقیقت بر حقیقت است، نه انباشتن سوال بر سوال، نه انباشتن فرضیه بر فرضیه، گمان بر گمان، نه، انباشتن حق بر حق. همینطور به اصطلاح در طی یک اکومولاتیو پروسس، یک فرایند انباشتنی، حقایق بر هم انباشته میشن و علم فر بهتر میشود. و شما وقتی که این حقایق رو یاد میگیرید، داناتر محسوب میشید. گذشتگان برای ما حقایقی رو به جا نهادن، ما هم میکوشیم که بر آنها بیفزاییم و کاروان علم این چنین پیش میرود. بکاشتند و بخوردیم و کاشتیم و قرند، چو بنگری همه ورزیگران یکدیگری. برای هم زراعت میکنیم، کشت و کار میکنیم و در اختیار هم میذاریم و انبار و انبان علم رو پرتر و پرتر میکنیم. نکته سومی که گذشتگان به عقیده داشتند این بود که reason is free، یعنی عقل آزاد است. تقریبا از وسوسه ها، از خطاها، از دشواری ها آزاد است. کمی آدمی یا شخص عالم حواسشو جمع کنه میتونه به حقیقت برسه. خطاها بر اثر حواس پرتی هاست، بر اثر ندانم کاری هاست، بر اثر بی دقتی هاست. اگر شما روش کارو خوب بدونید، دقت لازم بکنید، روی پایه های استواری ایستاده باشید، میتوانید شاهد حقیقت رو در آغوش بکشید. ماکسول که قطعا او رو میشناسید، از بزرگترین فیزیکدان ها و ریاضیدان های قرن 19 انگلستان و کاشف معادلات مربوطه به امواج الکترومگنتیک که پیپرهای خیلی مشهوری داشت و این علم رو در حقیقت زیر و رو کرد و در واقع مقدمه بود برای کار نسبیت آینشتاین، برای اینکه او نشان داد که امواج الکترومگنتیک تابع تئوری ها و معادلات نیوتنی نیستند. بنابراین دو شاخه در علم باز شد، یکی اونجایی که تبعیت میکرد از مکانیک نیوتنی و اونجایی که تبعیت نمیکرد، و نهایتا جناب آینشتاین بود که این شکاف رو کوشید که پر کنه. باری ماکسول فیلسوف معابم بود، نکته های غیر بیرون از علم، غیر علم تجربی هم داره. این نکتهش برای من خیلی مهم بود وقتی که آرایش و آثارش رو میخوندم که ببینید تا این اواخر قرن 19 هنوز این پندار برقرار بود و باقی بود. ماکسول میگه که بله، آدمی خطا میکنه، عواطف اموشنهاش در کارها و داوریهای او دخالت میکنن، اما این اماش بود، اما علم، یعنی علم تجربی، تنها جایی است که عقل از دخالت عواطف مسئول است و عقل خالص به ابزرویشن، به تجربه و به تئوری سازی و قانون پردازی میپردازد. میگه این یکی گویا عصمت داره، این یکی معصوم است. در بقیه ساحات زندگی، حتی در فلسفه پردازی، بله، عقل آدمی مشوب است، آلوده است، آمیخته است، تحت تأثیر فلان نیرو و فلان نیروی دیگر است، اما به دانش تجربی که میرسید این چنین نیست. در اونجا شما با عقل خالص و با چشمان کاملا بینا به تجربه میپردازید و نتایج دقیق میگیرید، مخصوصا که اونها رو با ریاضیات هم میآمیزید. برای اینکه تجربه گری در دنیای قدیم خب تجربه منهای ریاضیات بود، یعنی دنیای ما قبل گالیله. از جناب گالیله به این طرف حقیقتش این است که تجربه با ریاضیات همراه شد، بلکه گالیله اصلا گفت که خداوند کتاب طبیعت رو به زبان ریاضی نوشته و کسی که ریاضی نداند کتاب طبیعت رو نمیتونه بخونه. و این چنین بود که تجربه از نظر اونها اطمینان بخشتر شد و علم استواری بیشتری پیدا کرد.
همون نظری که امروز هم یه عده‌ای حتی به ظاهر درس خونده ها در باب علم دارن، یعنی نظری که اون رو باید نظر عوامانه نسبت به علم دانست، با این همه تحولاتی که در فلسفه علم، یعنی در علم شناسی در روزگار ما رخ داده، هنوز بعضیا فکر میکنن یعنی تلقی های قرن 19 نسبت به علم دارن، در حالی که دیریست که طوفان علم شناسی این تومار رو در نوردیده و چهره دیگری از دانش رو به ما نشون داده است. باری گذشته ما، گذشته بشریت، ما قبل مدرنیته و حتی تا اندکی در دوران مدرنیته، یقین یک امر سهلیاب بود، حقیقت یک امر سهلیاب بود، آزادی عقل برای کشف حقایق امر مفروضی بود. تصور میکردن که ما راحت میتونیم به حقیقت برسیم. و نکته دیگری که براشون مطرح بود این بود که فکر میکردن تجربه یا observation بر پای خود ایستاده است، یعنی به خودی خود معنای خود و نتیجه خود رو نشان میدهد. یعنی شما اگر نگاه میکنید و میبینید که مثلا آب در 100 درجه میجوشد، خب یعنی آب در 100 درجه میجوشد، این برو برگرد نداره، چون و چرا نداره. اگر میبینید که مثلا در خلاء صوت منتقل نمیشود، خب در خلاء صوت منتقل نمیشود دیگه، یه جایی رو خلاء میکنیم. آزمایش هایی که دبیرستان میکردیم دیگه، ساعت زنگداری رو میذاشتن توی فضای خلائی و این وقتی زنگ میزد زنگش رو نمیشنفتیم، میگفتن خیلی خوب اینجا خلاء است و اینم که داره زنگ میزنه ولی صداش نمیاد، پس صدا در خلاء منتشر نمیشود و علتش همین که هوا نیست و انتشار صدا به هوا بستگی دارد و الاخ. این که observation value free است، یعنی هیچ ارزشی روی او حکم نمی کنه، و observation theory free است، یعنی در دل هیچ تئوری نمی نشیند. ابزرویشن ابتدا می آید، تجربه ابتدا میاد. اینم که به تجربه ابزرویشن می گفتن، اینم چیز جالبی است، برای اینکه خب بشر چشمش رو بیش از هر عضو دیگرش به کار می گیره در طول فعالیت های روزانه. بیشتر آزمایش های علمی نتیجه گیریش با چشم صورت می گیره، ولی خب گوشم می تونه نقش داشته باشه، دست، لامسه، ذائقه، اما بیشترش. لذا ابزرویشن گفتن این مشاهده. خب میتونه بعد آزمایشی باشه که مشاهده ای در کار نباشه، اما از باب غلبه میگفتن ابزرویشن. تلقی این بود که تجربه یا ابزرویشن معنای خودش رو با خودش حمل میکند، ولذا از هر پرده ای و حاجبی پیراسته است و به دور است. اینا مجموع نکاتی بود که گذشتگان در باب عالم داشتن. به همین سبب به شما میگفتن که ذهن خودتون رو از هر پیش‌فرضی خالی کنید، دقت و تمرکز کافی به کار ببندید، به تجربه روی بیاورید، یا اگر فیلسوفید به برهان، و سعی کنید که یا اندیشه های برهانی عرضه کنید یا اندیشه های مبتنی بر تجربه، و وقتی هم که تجربه رو تکرار کردید به یقین میرسید، یعنی به یک یقین اترنال، یقین یونیورسال، یقینی که همیشه یقین است، قطعیتی که همیشه قطعیت است، و به قانونی دست پیدا می کنید که قانون همیشگی این عالم است. یا اگر در فلسفه اید به نکته‌ای می رسید که برای همیشه عین حقیقت است. خب ببینید، این مال دوران گذشته بود. ما از بس در او قوتور بودیم یا بعضن قوتور هستیم، اینها رو درست نمی بینیم. در روزگار ما همه اینها عوض شده است. این رو من میگم که دینداری در دوران ما قبل یقین، دوران ما قبل پرسش، یک معنا داشت و بلکه سهولتی داشت، که امروزه که ما در دوران نبودن یقین و نفی یقین زندگی میکنیم، در دورانی که دیگه تجربه اون استواری رو نداره، برهان اون استواری رو نداره، زبان اون شفافیت رو نداره، عقل اون آزادی رو نداره، و اینا تقریبا
به صورت اصول و آکسیوم های پذیرفته شده نزد عموم عقلای جهان است، اونگاه در این مجموعه دیگه دنبال دین یقینی گشتن و همه چیز رو بر یقین بی پرسش بنا نهادن علی ظاهر خلاف جریان شنا کردن است که ما رو به هیچ جا نمی رسونه و روز به روز سرعت ما رو هم کم می کنه. ببینید بالاخره دینداری از اون جهت که نوعی معرفت است در میان معرفت‌های دیگر می نشیند و اگر از معرفت‌های دیگر یقین و قطعیت سلب شده است، این سلب یقین و سلب قطعیت سرایت می کند به معرفتی به نام معرفت دینی. و اگر یه روزی روزگاری دینداران به دنبال یقین می گشتند، مال روزگاری بود که تمام معرفت به دنبال یقین بود، مال روزگاری بود که همه معرفت یقین را آسان یاب می دونست و فکر می کرد که با اندکی تأمل و تفحص و دلیل و برهان و تجربه یه چیزی رو می تونه ثابت کنه و برای همیشه هم ثابت کنه که مولا درزش نره و هیچ خللی بر نداره. اما امروز قوی ترین تئوری ها، قوی ترین پیشنهادها و فرضیه های علمی همه معرض ابطالن، معرض تردیدن و لذا ذهنیت امروز بشر ذهنیتی است که با یقین اخت نیست، با یقین انسی ندارد. گفتم شما بگذرید از بعضی عوام اهل علم که اینا فکر میکنن که اگر هیچ جای دیگه یقین پیدا نشه در علم تجربی پیدا میشه، اینا اشتباه میکنن، اینا علم شناسی ناقص و عقب مانده ای دارن. علم شناسی نوین به دلایل مختلف به ما میگوید که ماجرا این چنین نیست. این تازه حالا در علم است که به ظاهر تجربه است، ابزرویشن است و ریاضیات است و غیره و غیره و حتی نتایج صنعتی و عملی از او به دست آمده. در شؤون دیگر که ماجرا خیلی از این عمیق‌تر است، یعنی ضعف بیشتری در جاهای دیگه دیده می شود. از این ضعف هم نباید ترسید، من حالا توضیح خواهم داد، ولی الان من در مقام فقط بیان اینم که ما در چه دورانی زندگی می کنیم و تا کنونم همین بحث رو می کردیم که این محیط خودمون رو، محیط معرفتی خودمون رو که مدرنیته برای ما فراهم آورده بهتر بشناسیم تا ببینیم در این حوزه و در این کانتکست دین کجا می نشیند و چگونه می تواند پایدار بماند یا از خود دفاع بکند یا دلی رو برباید یا استواری خود رو نشان بدهد. این استواری ها همه نسبی است. خب از دوران مدر، دوران مدرن، یکی از چیزهایی که خیلی مورد توجه قرار گرفت حتی قبل از اینکه مسئله یقین و غیره غیره پیش بیاد، قصه خطا بود. این خیلی جالبه، شما مراجعه کنید به فلسفه قدیم، علم قدیم، اصل بر این بود که ما به واقعیت میرسیم خطا استثناءن رخ میده. اگر هم یه کسی بود میگفتش که نه ما همش خطا میکنیم، میگفتن خب شما که شکاکی و شما که نسبیگرا هستی و شما که برو از خانه معرفت بیرون. این که ما اولا خطا میکنیم و بسیار خطا میکنیم و حتی خطای سیستماتیک میکنیم، نه خطای رندوم. و دوم این که اسباب و علل این خطاها چیست، چرا ما به خطا میافتیم. خیلی اینا مهمه. اینا تقریبا مباحثی است که مباحث تقریبا هیچ نشانی از او در علم قدیم یا در فلسفه قدیم نیست. فوق‌العاده مهمه. شما هر کتاب فلسفی رو که میخواید از ابن سینا، از سهروردی، از ملا سعد، دیگران باز کنید، یک مبحث حتی یه فصل یه برگ راجع به خطا ندارن و اینکه چجوری خطا در ذهن آدمی پدید میاد، در علم یا در فلسفه چگونه خطا میکنه. حد اکثر میگفتن که اگر شما مراعات ضوابط منطقی رو نکنید خب به خطا میافتید. بعد هم توضیحاتی میدادن که مغالطات منطقی چیست و شما با توجه و با دقت میتونید از این مغالطات بپرهیزید. من در یکی از نوشته‌های خودم آورده بودم که این دقیق خودش دقیق نیست. ما اصلا نمیدونیم دقیق یعنی چی. چی کار کنیم دقته. خب این حکیمان همشون هم دقت میکردن.
ولی همشون هم خطا میکردن، همه هم بر دیگری خطا میگرفتن. کلما دخلت امتون لعنت اختها، هر طایفه که میومد دیگری رو منصوبه به خطا میکرد. همشون هم ابزار منطق رو به کار میبردن و همشون هم در تعریف علم منطق میگفتن که علم منطق آلتون قانونیه تعصیب مراعات و هزین ان الخطأ فی الفکر. میگفتن علم منطق تعریفش این، ولی تو تعریف ارسطو بود که یک ابزار قانونی یعنی قاعده مند، یک ابزاری است که از قواعدی متشکل است که مراعات اون قواعد ذهن آدمی رو از خطای فکر باز می‌دارد. همه‌شون هم منطق می‌خوندن، استاد منطق بودن، در منطق هم کتاب می‌نوشتن. بو علی سینا از همه بهتر و بسی بهتر، که بعد از ابن سینا در واقع این فن منطق میان مسلمان‌ها نه تنها رشد نکرد بلکه رو به زوال و ضعف و کاهش رفت. اما با همه احوال اینا خطا می‌کردن، خطای بسیار هم میکردن، نه یکی و دوتا، گاهی خطاهای بنیادی میکردن. مثلا ملا صدرا میمد میگفت که کل این فلاسفه همشون چون دنبال اصالت ماهیت بودن خطاهای بزرگ کردن و ایشون اصل رو یعنی مبنا رو عوض کرد و آورد رو اصالت وجود و به گمان خودش توانست اون خطاها رو تصحیح کنه. همین شد که جناب کانت در قرن 18 در اروپا نتیجه گرفت که فلسفه گذشتگان هیچ اعتباری نداره، هیچ اعتباری نداره. خب نه اینکه کانت عقلش بیشتر از ارسطو بود، ببینید ارسطو هم دانشمند درجه اولی بود، تا امروز هم او درجه اول باقی مانده است بدون تردید. نه، نکته این بود که کانت تجربه ای رو در اختیار داشت که ارسطو نداشت. ارسطو آغازگر فلسفه بود، کانت 2000 سال بعد از ارسطو آمده بود. فلسفه یک عمر بلند تاریخی پیدا کرده بود، هم فلسفه هم علم. خب بعد از این که یک فنی یا یه انسانی، یه موجودی، یه جانوری 2000 سال عمر کنه، بهتر میشه فهمید این کیه، چیه و چه در انبان داره. در آغاز شکفتگی مثل یه قنچه‌ای که هنوز نشکفته شما از او چه میدانید؟ 2000 سال به او فرصت داده شد تا این قوه های خودش رو به فعلیت برسونه و اون چرا که در انبان داره ظاهر کنه. کانت بعد از 2000 سال اومد گفت تجربه تاریخی نشان داده است که عقل انسان به یه چیزایی نمیرسه اصلا و 2000 سال فلاسفه با اون مسائل کشتی گرفتن و کلنجار رفتن و تماما خطا بود و سست بود و نااستوار بود. دیگه وقت آن است که ما اون جور فلسفه ورزی رو کنار بگذاریم. و بعد خودش چی پدید آورد؟ فلسفه نقدی، کریتیکال فلسفی. خب این خیلی چیز مهمی بود. فلسفه در گذشته ملکه علوم بود، ملکه علوم، کوین آف ساینسز، یعنی برتر از همه علوم دیگر می نشست. هر وقت می خواستن یک چیزی رو به نام قطعی لقب بنهن می گفتن مثل فلان نظریه فلسفی است، این طور قطعیت داره. ولی جناب کانت جرأتش و دلیریش در این بود که این ملکه رو از تخت آورد پایین، هم خودشو پیاده کرد هم تختشو پیاده کرد، تمام شد دیگه، چنان ملوکیتی و چنان سلطنتی باقی نماند. تمام اون یقین‌ها هم فرو ریخت و جناب کانت حرفش این بود که ما اصلا نمیتونیم به اون مباحثی که ماوراءالطبیعه نامیده میشود علم پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم، همه اینها رو باید کنار گذاشت. و تقریبا بعد از او هم در اروپا سخن او پذیرفته شده است و کمتر کسی به شیوه گذشتگان و مشائیون و ارسطوییان فلسفه پردازی میکنند، ولی هستن البته جریان های باریکی هستن. حمله ور شدن کانت که فیلسوف مدرنیته است یک نشانه بزرگ است که جناب کانت معرفت ما و یقین ما رو از اون چه که قبلا معرفت بخش و یقین بخش میدانستیم سلب کرد و گفت که در اونجا چنین چیزی پیدا نمیشه. خب پس کجا پیدا میشه؟ در علم تجربی. خب این علم تجربی رو قبل از کانت هیوم پایش رو زده بود،
گفته بود استقرا یقین بخش نیست. البته این که استقرا یقین بخش نیست از ارسطو گفته شده بود، اما براش علاجهای اندیشیده بودن. جناب هیوم گفت اون علاجها هم کارگر نیست، مؤثر نیست. خب چی شد پس این علم تجربی پس چه پای استوار شد؟ هیچی. جناب کانت گفت که ما جهان رو شناختنی میکنیم. ببینید شما کلمه سوژه و ابژه شنیدید، این معناشو خوب باید دقیق دریافت در فلسفه کانت و پس از او. ما فکر میکنیم سوژه سابجکت یعنی من که میخواهم جهان رو بشناسم، و ابژه یا آبجکت یعنی همین اشیاء خارجی که میخواهم اونها رو بشناسم. ولی تو فلسفه کانت معنیش این نیست. سوژه ابژه رو پدید میآورد، یعنی من جهان رو شناختنی میکنم. منی که سوژم، او نسبت به من ابژه می شود. چرا؟ چون من یک ذهنیتی دارم و یک کتگوری هایی تو ذهن من هست که این کتگوری ها می تواند امکان علم رو پدید بیاورد، امکان دانش رو. چون سؤال اصلی کانت و فلسفهش این بود که How science is possible؟ اصلا چگونه شناخت ممکن است؟ چجوری باید بود؟ جهان چگونه باید باشد؟ ما چگونه باید باشیم که بتوانیم به شناخت این عالم موفق بشیم؟ اون چگونگی رو توضیح داد، گفت ذهن ما یه جور خاصی ساخته شده و اون جور خاص این است که با عالم خارج ترکیب میشه. چون گذشتگان فکر میکردن که ذهن مثل آینه است، این حقایق در اون منعکس میشه. جناب کانت گفت که نه، اینطورا نیست. ما ذهنمون مثل عینک کار میکنه، نه مثل آینه. عینک رو شما اگر رنگی بزنید جهان رو رنگی میبینید، اگر بیرنگ بزنید جهان رو بیرنگ میبینید، و این خصوصیات عینک توی نگاه شما تأثیر میگذاره. توجه میکنید همون که مولانا گفت که بر دو چشمت داشتی شیشه کبود، لاجرم عالم کبودت مینمود. این در واقع فلسفه کانتیه که ذهن ما منفعل نیست، فعاله، خودش مایه میگذاره در شناخت. به طوری که اگر یه ذهن دیگری با یک کیفیات و ساختار دیگری بود، این جهان جوری دیگری آشکار میشد بر ذهن، نه اینکه یک شکل داشته باشه و همون یک شکل رو هم به آینه ذهن ما تحویل بده. مطلقا اینا نیست. ببینید در واقع کانت در اینجا اون یقینی رو هم که گذشتگان ستانده بودن از علم به درجه 2 و به درجه 10 از علم ستان، گفت علم ما علم کردیم، ما علم کردیم. به قول مولانا باز باده از ما مست شد نی ما از او، قالب از ما هست شد نی ما از او. تا مولوی حالا از اینا سیستم نساخت، اما اگر سیستم میساخت هم فلسفه کانت میشد. او اینا رو میگفت و به صورت یه بصیرت‌های خیلی نیکویی میپراکند و پخش میکند و از اینها هم عبور میکرد، چون مقصد دیگری داشت. باری تجربه تاریخی عقلانیت بشر که در فلسفه متافیزیکال جلوگر شده بود و به اوج خود رسیده بود، توسط کانت مورد تردید و نقد جدی قرار گرفت و فرو ریخت. از این پس ریاضیات ملکه علوم شد. امروز من یه وقتی در کتابای مرحوم آقای مطهری میخوندم به همین فکر رو رفتم. ایشون یه مسئله فلسفی رو متافیزیکی رو توضیح داده بود، گفت بود برای کسانی که این مسئله فلسفی رو خوب بفهمن متوجه میشن که از دقت و یقینیت ریاضی برخوردار است. من همونجا به فکر افتادم که چجور محورها عوض شده. یعنی شما برای اینکه بگید فلسفه متافیزیکی یقینیه، میگید مثل ریاضیه. ریاضی امروز ملکه علوم شده، ریاضی در صدر نشسته و قطعیت از آن اوست. دیگران باید به او تشبه کنند، تقرب بورزند تا قدری از خصوصیات یقینیت او رو برگیرند. حقیقت این است که در جهانی که ما امروز زندگی میکنیم، در عصر مدرنیته، فقط منطق و ریاضیات است که یقین آور است. فقط منطق و ریاضیات است که گفته می شود که قوانینشون قطعی و همه جایی است. اونم خیلی به دنبال اینن که چرا اینا اینجوری هست. خیلی هم تبیینش مشکل حقیقتا. منطق چه جور دانشی است که
از چنین قطعیتی برخورداره. حالا به قول آقای ویتگنشتاین مربوط به مرزهای وجوده یا مرزهای جهان است. anyway حالا هرچه که بگیم فعلا اجماع بر این است، اما فراتر از او، بیرون از او، میخواد علم باشه، میخواد دین باشه، میخواد تاریخ باشه، میخواد فلسفه باشه، هرچه میخواد باشه، اینا دیگه از قطعیتی برخوردار نیست. در علم تجربه که این مطلب از همه جا مشهودتره، تئوری ها مثل این ماشینا که تو خیابونا میان و میرن، تا چند صباح اینا برقرارند و برپا هستن و بعدش هم میرن جای خودشونو به یک تئوری دیگری میدن، از صدر تا ذیل. من میدونم در ذهن شما ممکنه این مطلب خلجان بکنه که خب این تئوری ها و قوانین نتیجه بخش بودن، بالاخره بنده و شما اینجا سوار هواپیما میشیم 16 ساعت رو اقیانوسا پرواز میکنه تا ما رو فیلمثل به نیوزیلند برسونه، به استرالیا برسونه. پس چی؟ خب بر اساس همین قوانین علمیه دیگه. ممکنه به آقایون مهندسینی هم که اینجا هستن بر بخوره که این دانش رو ما نااستوار بخوانیم. البته بنده نیستم که نااستوار میکنم، همون عالمان و همون فیلسوفان نااستوار خواندن. ولی توجه کنید، همون فیلسوفان گفتن که نتیجه بخشی به هیچ وجه علامت صحت نیست. شما ممکنه یه تئوری غلط داشته باشید و نتیجه صحیح بده. لذا کاملا امکان دارد که نظریه ما، فرضیه ما یا اون مسمی به قانون ما اینا غلط باشن اما در عمل جواب درست بدن. خب نمونه خیلی بارزش هیئت بطلمیوسیس. همه ی فیلسوفان علم هم می نویسن. قبل از هیئت کوپرنیکی هیئت تالمایک یعنی بطلمیوسی بود. خب هیئت بطلمیوسی اصل بر سکون زمین بود و حرکت خورشید به دور زمین و دیگر سیارات. این از بنیان غلط بود. یعنی اگر تئوری کوپرنیکی درست باشه اون قطعا غلط بود، اما جواب درست میداد. منجمین خسوف و کسوف ها رو با دقت محاسبه میکردن، صبح و شب و غروب و طلوع خورشید و همه رو با دقت محاسبه میکردن، هیچ مشکلی نداشتن. ولی تئوری محوراً باطل بود. یعنی چیزی رو که باید در کانون مینشان، در پیرامون نشانده و چیزی که باید در پیرامون میشه در کانون نشانده. امروز هم که ما تئوری کوپرنیکوس داریم که خب عوض کرد مبنا رو و خورشید رو در مرکز قرار داد و به اصطلاح هلیوسنتریک شد منظومه شمسی، خورشید مرکزی شد به جای زمین مرکزی، بسیاری از اون جدول هایی که گذشتگان تهیه کرده بودن هنوز هم درسته. پس میشه ما تئوری داشته باشیم و از این قبیل بسیار هست که این تئوری خودش باطل باشه، یعنی مطابق با واقع نباشه، اما به شما چی بده؟ جواب درست بده در عمل. از مثالای مشهور دیگه خود تئوری آینشتاین دیگه، در قیاس با تئوری نیوتنی، که به هر حال اگر این یکی درست باشه و اینکه غلطه، اما چون تئوری آینشتاین متعلق است به سرعت‌های خیلی بالا، یعنی اونجاها خودش رو نشون میده، ولی در سرعت‌های پایین نظریه مکانیک نیوتن و مکانیک آینشتاین جوابشون یکی است. یعنی سرعت‌هایی که تقریبا زیر 0.9 سرعت نوره. بعد سرعت‌های عادی روی زمین الان هم حتی محاسبات خیلی مهم در صنعت و در اینجا با تئوری مکانیک نیوتنی صورت میگیره، برای اینکه با چنان سرعت‌هایی اصلا سر و کار ندارن زمین. بله داخل اتم حرکت الکترون‌ها اونا که سرعت‌های بالا داره، در اونجاها شما بعد نظریه آینشتاین رو به کار ببرید. از این قبیل بسیار زیاده. بنابراین این که ما فکر میکنیم که در عالم در صنعت تئوری های علمی کاربرد داره و جواب درست میده و هواپیماها ما رو بر دوش خودشون و بر بال خودشون حمل میکنند و 10 ساعت 15 ساعت میتونیم با اونا پرواز کنیم، یا مثلا فلان تئوری پزشکی جواب میده، مثلا دارو جواب میده، اینا هیچ کدومش دلیل بر صحت نظریه نیست. به همین سبب هم در گذشته این تفکیکی که بین قانون و فرضیه میکردن یا بین قانون و نظریه میکردن، دیگه این تفکیک وجود نداره. ما قانون نداریم اصلا، چون قدیمی ها میگفتن، پوزیتیویست ها خصوصا
و من دیدم بسیاری از ایرانیان ما هم هنوز فالوور همین اندیشه های کهنه هستن که قانون داریم در علم اوناییست که ثابت شده و فرضیه داریم که هنوز ثابت نشده. نه، ما چیز ثابت شده در علم نداریم، هیچ چیز ثابت شده در علم نداریم. در واقع همه از دم فرضیه هم. همه از دم تئوری هم. فقط تفاوت این است که ما اونچه که داریم کانفرمیشنه، یعنی تأیید شدگی. بعضی فرضیات بیشتر تأیید شدن، بعضی ها کمتر تأیید شدن، همه هم بر لبه ابطاله. این که پاپر فیلسوف علم اسم کتاب خودش رو گذاشته بود Conjectures and Refutations، یعنی حدس ها و ابطال ها، گفت تمام تئوری های علمی حدسن، یه حدسی بیش نیستن که بر لبه ابطالن. ممکن است ابطال بشن، ممکن هم هست نشن. جوجه ها هم آخر پاییز میشمرن، آخر پاییز هم آخر تاریخ. بنابراین تا آخر تاریخ ما باید صبر کنیم ببینیم که کدوم تئوری میمونه و کدوم تئوری باطل میشه. اکنون که ما در میانه تاریخ قرار داریم، اینا همه برای ما حدسن، همشون برای ما حدسن، و این حدس ها چنان که گفتم less confirmable more confirmable، گاهی بیشتر تایید میشن، گاهی کمتر تایید میشن. درجات احتمال و درجات تایید شدگی اینها متفاوت است. اما اینکه شما فکر کنید به ثبوت میرسن، به قطعیت میرسن، به یقینیت میرسن، دیگه چنین خبرهایی نیست و اون سبو بشکست و اون پیمانه ریخت. اون ذهنیت و عقلانیت ما قبل مدرن بود که با یقین خو کرده بود. چنان که گفتم حقیقت رو آسان یاب میدید، دو تا تجربه میکرد میگفت ثابت شد. من حالا چم دیدم ها، بعضی ها با دو تجربه که چی، با یه تجربه، با این اینو فکر میکنن یه قانون طبیعت به دست آوردن، اصلا laws of nature. من یادم پروفسور ما با مسخره میگفت so called laws of nature، این چیزهایی که بهشون قانون طبیعت میگه، این قانون طبیعت ما نداریم، اگر هم داشته باشیم ما نمیدونیم که کدومه. توجه میکنید خیلی چیز مهمی است. ما تو روزگار عجیب زندگی میکنیم. عالمان دنبال قانون علمی یا قانون طبیعت میگردن، قانون طبیعت پیدا نمیشه، نزور ما نمیرسه به یافتنش. ما حد اکثر چیزهایی رو میابیم که میگیم اندکی تأیید شدن. دانشمندان متنشناس دنبال معنی میگردن. خب این هرمنوتیک مدرن به ما میگه که معنی واحدی نداره متن و معنی قطعی متن رو نمیشه پیدا کرد. فیلسوفان دنبال ماهیت و ذات میگردن. بازم معرفت جدید به ما میگه ذات و ماهیت شناختنی نیست. پس چی شناختنی است؟ هیچی. همین که ما نمیتونیم به طور کامل بشناسیم، این شناختنی است. ما نمیتونیم به طور قطعی بشناسیم، ما نمیتونیم یقین کامل پیدا بکنیم. این نتیجه این تجربه دراز مدت بشریت است، با همکاری عالمان و فیلسوفان و معرفت شناسان و همه. و این کم نتیجه نیست، بسیار مهمه این، یعنی به درد انسانیت میخوره، هم اخلاقا هم علما. اولا اینکه ما بفهمیم که علم به حال ذات و ماهیتش، حالا اگه ذات و ماهیتی داره چیه، یعنی بافتش، سرشتش، او رو از یقین نبافتن، از قطعیت نبافتن. و این فقط مربوط به دانش‌های ساب اتمیک نیست که اونجا بحث ایندترمینیسی و ایناست، نه، همه جا این چنینه. اونجا دیگه خودشو خیلی آشکارتر کرده، برای اینکه مشاهدگر و مشاهده چنان در هم میرن که اصلا ما با فضای خاصی روبرو میشیم و دیگه هیچ حواس قطع و یقین نمی کنیم. حتی هم در این قانونهای فنومنولوژیک، یعنی به اصطلاح در عرصه ماکرو نه در عرصه ماکرو، در اینجا هم داستان همینطوره. خب و اصلا به طور کلی جهان سب اتمیک که تمام اونچه که ما درباره اون میدونیم استوکاستیک، احتمالاتی، آماری، همه چیزاش، و اونیست که این جهان مکرو رو پدید میاره. لذا این جهان مکرو در حقیقت مولود همون برخورد احتمالی اتم ها و مولکول هاست. لذا شما هیچ قانون قطعی غیر احتمالی در این جهان مکرو پیدا نمی کنید. مثلا تئوری سینتیک گازها رو در نظر بگیرید،
خب ما درسته که میگیم که حاصل ضرب فشار در حجم فی المثل ثابته، خب اینا شوخیه واقعا، یعنی اینا خیلی به قول ملا صدرا به نظر الجلیل، یعنی با همین چشم ساده است که ما این چنین میبینیم. یک کمی میکروسکوپیک بکنید این کار رو و در نظر بگیرید توده گازی که شما در اختیار دارید مولکولایی هستن که این یکی ذره هم میپرد به چپ و دیگر سوی یمین هم در طلب و اینا دائما مطابق همین تئوری سینتیک گازا به هم برخورد میکنه. اولا گاز باوندری معینی نداره، یعنی میگیم این گاز اینجاست، این همینطوری در پرتاب شدگی هستن، فشارش کاملا نوسان داره، حجمش نوسان داره، اصلا این چیزا نیست. یعنی یه مقداری پای این مطالعات مایکروسکوپیک که باز شد به عالم علم، یک مرتبه اون بنا و اون بارویی که ساخته بودن فرو ریخت، اما ظاهرا البته برپاست و ما با چشم ساده که نگاه میکنیم این چنین است، اما وقتی که نظر دقیق رو میگشاییم خب چهره دیگری از جهان آشکار میشه و علم چهره دیگری پیدا میکنه، علیت چهره دیگری پیدا میکنه و همه چیز دیگه. لذا دانشمندان که به عدم قطعیت رسیدن یا یقین رو طلاق دادن بی جهت نبود، از سر هوس نبود. استاندارد یقین اونقدر بالا رفته، یعنی من خوش دارم که مطلب رو به این بیان بگم، چون دیدم که یکی از فیلسوف نماهای کشور ما میگفت که آره اینا مثل همون سوفسطاییان قدیم یونانن. ابدا اینطور نیست، به هیچ وجه اینطور نیست. بحث سوفسطایی گری نیست، بحث انکار بدیهیات نیست، بحث جدل کردن نیست با دیگران. استاندارد یقین انقدر بالا رفته که هر چه شما گیر میارید میبینید مادون اونه، هنوز به اون سقف و به اون حد استاندارد نمیرسه، یعنی وفا نمی کند به او. وقتی که استاندارد یقینیت ریاضیات باشه و منطق باشه، حقیقتا این علوم تجربی به اونجا نمی رسن، فلسفه ها به اونجا نمی رسن. این جهانی است که ما درش داریم زندگی می کنیم، جهانی معرفت ما، نه معرفت عامیانه از جهان، معرفت عالمانه و فیلسوفانه از جهان. وقتی که در مایکروفیزیک رو به روی خودش باز کرد، وقتی که به تجربه 2000 ساله علم و فلسفه نگاه کرد، وقتی که هیوم اومد و ضعف استقرا رو در مقابل دانشمندان نهاد، که به قول کانت میگفت هیوم مرا از خواب خرگوشی بیدار کرد، به من گفت که تمام علم بر استقرا بنا نهاده شده و استقرا هم پایه‌ای نداره، تمام شد. خب وقتی که این طور شد، یعنی با این دقت نظرها، خب حق داشتن دانشمندان که دیگه ادعای قطعیت نکنن، هوس قطعیت هم نکنن، کلمه قانون هم بردارن، همه جا به جاش فرضیه بگذارن یا تئوری بگذارن و وفادار به حقیقت باشن، یعنی بگن که ما حقیقت رو گیر نیاوردیم و گیر نمیاریم، میکوشیم که پیدا کنیم، اما اون به قول اون شعری که مجنون گفته بود و کلون یدعی وصلن به لیلا و لیلا لا تقر رو باهم بزاکا، همه میگن ما به وصال لیلا رسیدیم، اما لیلا میگه نه، من به هیچ که هیچ دست ندادم، با هیچ کسی من هماغوش نشدم. و کلون یدعی وصلن به لیلا و لیلا لا تقر رو باهم لهم بزاکا، همه دانشمندان مجنونهایی هستن که به دنبال لیلای حقیقت میگردن، اما این لیلا رو پیدا نکردن و این لیلای پرده نشین روی خودش رو نشون نداده، اما وسوسه خودش رو میکنه، هر کسی رو چنان وسوسه میکنه که جستجو رو و تحقیق رو از دست نگذاره. خب کل این نکات رو گفتم که دنیای کنونی خودمون رو هم بهتر بشناسیم. خیلی خب، اگر اینطور است، خب حالا باید به حساب دین برسیم. ببینید یه روزی میگفتن ایمان یعنی یقین، شما باید یقین داشته باشید تا بگیم شخص مؤمن هستید، و بدون یقین یا شما دوچار شکید یا دوچار گمانید و اینها شخص رو مؤمن نمی کنه. خیلی نکته مهم بود این، در کانتکست معرفت و عقلانیت پیشین قرار می گرفت. یقین آسانیاب بود،
از شما هم میخواستن که به وجود خدا یقین قطعی پیدا کنید، به آخرت، به رسالت رسول، به قرآن، به معاد و به نبوت و به همه اینجور چیزها. و وقتی که کسی سر میپیچید، او رو منکر مینامیدن، او رو منافق مینامیدن یا مقرز مینامیدن. گفتن آقا حق اینقدر آشکاره و شما چرا نمیبینینش؟ یا تو چشماتون عیبی هست یا توی مغزتون یه عیبی هست، یعنی غرض و مرض دارید، نمیخواد ببینید. حق عیان است، به قول سعدی حق عیان است، ولی طایفه‌ای بی بصرن، یه عده چشم ندارن، بصیرت ندارن. دوستی با که توان شد که به سر برد جهان، با که تو دیدی که به سر برد جهان، حق عیان است ولی طایفه‌ای بی بصرن. خب این طایفه بی بصرن جواب گذشتگان بود که شما اگه حق به این واضحی رو نمیبینی، خب تقصیر از خودت. امروز واقعا این سخن رو دیگه به راحتی نمیشه گفت، اصلا نمیشه گفت. یک کسی که خدا رو نمیبینه، قرآن رو نمیبینه، یعنی حق نمیبینه، به رسالت رسول چنان که باید و شاید و به قطع و یقین اعتقاد نمیورزه، نمیشه گفت حق عیان است ولی طایفه‌ای بی بصرن. به این راحتی نیست ماجرا. ما تو دنیای عدم قطعیت زندگی میکنیم، یعنی دنیایی که علوم و فلسفه ها به این نتیجه رسیدن که یقین راحت پیدا نمیشه، اگرم پیدا بشه بهای خیلی گرانی داره، خیلی گران داره، و تازه چنان است که اگر هم پیدا شود ما نمیتونیم بفهمیم که پیداش کردیم، یعنی علامت نداره. این خیلی چیز مهمی است. حق علامت نداره، معنای واقعی متن علامت نداره، ماهیت اشیا علامت ندارن، به طوری که اگر هم شما پیدا کردی از روی اون علامت بشناسی که ها به چنگ شما افتاده. نه، اینطوری هم نیست. اشکال کار ما اینه، یعنی خدا دنیا رو یه جوری ساخته ظاهرا، یا عقل ما رو یه جوری ساخته که با هم مچ نمی کنن و خیلی زحمت داره. به هر حال ما از اون بهشت اومدیم بیرون دیگه، باید یادمون باشه. و این انواع شیاطین این ور اون ور هستن و ظن و گمان رو بر ما غالب کردن. ما در دنیایی هستیم که این رو باید خوب بدونیم که از دینداران معرفت اندیش یقین نمیتونیم طلب کنیم و دینداری یقینی پیدا نمیشه. لذا اصلا دینداری رو باید جور دیگه تعریف کنیم که با معرفت شناسی جهان مدرن مناسبت و تلاعم پیدا کنه. دست از اون چیزا باید بکشیم. اینکه یک کسی از دانشمندان یا خود شما در دلتون فی المثل هر دینداری احساس کنه که یقین 100% به وجود خدا نداره، یقین 100% به رسالت رسول نداره، این نباید خودشو ملامت کنه. یقین 100% پیدا نمیشه. تکلیف فوق طاقت هست از کسی خواستن. در جهان جدید یه ظنی کافی است. همه چیز ظنیه در این عالم. همه چیز ظنیست. یعنی مبتنی بر گمانیست که کمتر از درجه یقین است. به درجه یقین نمیرسه. همه چیز ظن نیست. اونایی که ما فکر میکنیم خیلی در رتبه اعلی قرار دارن این چنینن. علوم انسانی و اینا که دیگه به جای خود. تازه این استحکام نسبی که ما ازش دم زدیم، مثلا در علوم تجربی که میشود آزمایش های نسبتا معین و مقیدی در اون انجام داد دسترسی پذیره. به تاریخ که شما برسید، به علوم انسانی، به روانشناسی، به اینا که خیلی کمیتشون لنگتر از این حرف هاست. به همین دلیل هم هست که در طیف علم شناسی فیزیک رو این طرف میگذارن، تاریخ رو اون تای تر میذارن. گوش کردین؟ و از فیزیک میاد پایین تر، میاد به شیمی میرسید و میاد به بیولوژی میرسید و زمین شناسی و خلاصه این فیزیکال ساینسز با مراتبی که خودشون دارن. بعد از اونجا شروع میشود، میاد توی جامعه شناسی، روان شناسی. از ضعف همه علوم علم تاریخ است. از ضعف همه علوم. چرا؟ چون که نقلی است، نقلیه و تجربه در او راه نداره. نه اینکه هیچ راه نداره، نه اینکه هیچ جور در علم تاریخ نقد نمیشه کرد،
خیلی کار دشوارتر از اون است که ابتدا انسان تصور میکنه. من ترمهای متعدد و متوالی فلسفه تاریخ درس دادم و خوب میدونم این بافت علمی به نام علم تاریخ چجور چیزی است. و وقتی هم که میبینم یه عده‌ای چجور این داوری های تاریخی رو جدی میگیرن، واقعا تعجب میکنم، دود از سرم برمیخیزه. علم تاریخ نمیشه رها کرد، نمیتونیم هم رها کنیم، اما دست کم سایزش رو باید دانست، اون جوهرش رو باید شناخت و ماهیتش که آیا از استواری درونی برخوردار هست یا نیست. این اون چیزیست که ما لازم داریم. خب حالا من از شما میپرسم، علوم دینی همشون تاریخی هن. علوم دینی، فقه ما، قرآن ما، نبوت ما، اینا همش از تاریخ رسیدن به ما. اینا که فیزیک نیستن، اینا که شیمی نیستن، اینا که فلسفه نیستن، اینا همه بر روایت‌های تاریخی مبتنی هستن. یه روزی روزگاری فلمثل پیامبری آمده، کتابی با خودش آورده، کتاب بعداً جمع‌آوری شده، اینا همه متعلق به تاریخ، گزارش‌هاشون از طریق روایات و نقل‌های تاریخی به ما رسیده. حیات پیامبر، حیات پیشوایان دین، نه تنها پیامبر اسلام بلکه پیامبران پیشین که مال اونا که خیلی تاریکتر و ضعیفتر هم هست. و چنان که گفتم به شما، این علم تاریخ از اف علوم است، یعنی حتی در گذشته هم این جزء علوم ظنی محسوب می شد. در گذشته یقینیاتی در تاریخ پیدا نمی شد، بسیار اندک، بسیار اندک، مخصوصا وقتی که نوبت به داوری ها و تحلیل های تاریخی برسه. یه وقت داده های تاریخی است و فکت هاست که خود اونا هم خیلی ضعیفن و نااستوار. تازه وقتی که شما میخواید بر مبنای اینها یک داوری هایی رو بنا بکنید که اونا دیگه anybody's guess، یعنی شما میتونید یه جور داوری کنید، دیگری میتونید داوری دیگری بکنه. خیلی عوامل اینجا دخالت میکنه در تحلیل تاریخ، خیلی خیلی عوامل، عوامل فلسفی، عوامل علمی، پیشفرضای فلسفی، پیشفرضای علمی، فراوان فراوان فراوان. دانش تاریخ یک دانش مصرف کننده است، تولید کننده نیست. یعنی یه داده هایی است که شما باید تئوری هایی رو از علوم دیگه بیارید و سوار این داده های تاریخی بکنید تا از اونا بتونید نتیجه بگیرید. به این معناست که میگیم علم تاریخ علم مصرف کننده است. حالا دانش های دینی که دانش‌های تاریخیان همه‌شون مشمول این احکامی که عرض کردم هستن، یعنی ضعف و نااستواری تجربی دارن، نااستواری برهانی دارن، ضعف درونی دارن و سست‌تر از آنند که بر آنها بشه یقینی رو بنا کرد. خلاصه حرف من این است، در اینجاها یقین از افراد خواستن تکلیف فوق طاقت است. دست کم در جهان جدید، باز گذشتگان راحت به این نقل‌های تاریخی اعتماد می‌کردن، راحت. هنوز منابر ما در ایران که می‌بینید پر از این یاوه‌هایی است که از تو این کتاب‌ها پیدا می‌کنه، هر چی هم یاوه‌تر و خرافی‌تر و عجیب‌تر، جذاب‌تر، و میرن آقایون اینا رو می‌چرخن و می‌گردن و بالای منابر هم میگن. واقعاً دیگه نمیشه به اینها خندید، باید گریید. چقدر از معرفت عصر اینها به دوره، چقدر ضد انسانی و غیر انسانی است پراکندن این خرافات که به همون اندک یقینیات هم لطمه میزنه، همون مختصر چیزایی رو که تا حدودی میتوان برگرفت و باور کرد، همونا رو هم معرض تردید قرار میده. خب همین کجا بود میشنیدم یا آقایی میگفت مولا علی وقتی که کسی رو میکشت اگر قدش کوتاه بود چنان از بالا شمشیر رو میزد که این رو درست دو نصف میکرد، به طوری که رفتن نزد بعضی از علما گفتن که ما دیدیم که یک کسی اینطوری از میان دو نصف شده. گفت برین بکشین. رفتن دو نیمه بدن او رو کشیدن، یه گرم مو نمیزد، یعنی درست مساوی. گفت این جدم علی اینو به شمشیر خودش کشت. اینا رو بالا منبر میگن. و یا مثلا آقای دیگری که من میشیدم میگفتش که وقتی که مادر ابوالفضل حامله بود، یه بار میخواست بخور زمین، ابوالفضل از توی شکم مادرش رو نگرده. خب این یاوه ها و این خرافاتی که
بالای منبر، همون اندک اعتماد و اعتقادی رو هم از بین میبره. ولی شما بیایید و اینا رو هم بذارید کنار، اینایی که واقعا اباطیلی است که ما با کمال تأسف باید بشنویم و نمیدونم کی به پایان میرسه. اینجا روحانیان مسیحی دیریست که این حرفا رو دیگه نمیزنن، یعنی متوجه شدن که خریدار نداره، عقل جدید بشر اینها رو نمیپذیره. ولی الا ماشاءالله در منابر ما این حرفا پره، برای اینکه غرض که تحریک عقل نیست، غرض تحریک عواطفه. و شما اگه نمیخواد عقل کسی رو بجنبانید و میخواد فقط عاطفه‌شون رو بجنبانید، بعد همین حرفا رو بزنید که یا تعجب بکنن یا دهنشون باز بمونه یا گریه بکنن یا خنده بکنن یا کسی رو لعنت بکنن، اینا میشه دیگه. اما عقل مردم رو مخاطب قرار دادن و با اونا سخن گفتن سخت. اولش اینی که خود اون گوینده باید عاقل باشه، بعدم شنونده باید عاقل باشه، و اون شنونده‌ای که میره پای این گفتارهای غیر عقلانی، معلومه خودش هم یک تتمه عقلی براش نمونده و دیگه گوینده و شنونده خوب به هم میخورن. عرض به حضورتون که و بعدم ترویج و پخش اینها در جامعه به صورت یک فرهنگ، این است که واقعا آدم باید عزا بگیره. خب ببینید، حرف اصلی من اینه که در این روزگار که یقین رخت بربسته و حقیقتا نمیشه به یقین دست یافت و علوم دینی همه از جنس علوم تاریخی هستند که از ضعف علوم هستند و در آنها یقین به مراتب کمتر پیدا میشود تا در شؤون و فنون دیگر، ما اینجا دو تا موضع باید بگیریم. البته این موضع گیری ها دیگه مربوط می شود به سخنرانی های آخر من در این باب که بگم توی این مجموعه و در این کانتکست دینداری چه می شود. اما همینجا یکی دو تا نتیجه یا عاجل بگیرم و به شما عرض کنم. یکیش این که بر پایه این دینداری و این فقه که در درون این دینه، این قرآن شناسی و تفسیر که در درون معارف دینی است، چقدر ادعا میشه کرد و چقدر میتوان آدمیان رو مورد مؤاخذه و محاکمه قرار داد. با این فقه باز میشه آدم کشت، با این فقهی که از ضعف علوم است، یعنی جزء علوم دینی است که جزء علوم تاریخی هم دیگه تکرار نمیکنه، اگر فلانی فلان کارو کرد راحت میگه سرشو میتونیم ببریم، میتونیم با آتیش بسوزونیم. با این فقه، با این ضعف نهادی که داره، خدا رو شاهد میگیرم که خیلی دلیری میخواد که آدم بتونه فتوا بده که جان کسی رو میشه گرفت، کسی رو میشه مورد مؤاخذه و محاکمه و زندان و غیره قرار داد. خیلی سخته. و شما ببینید که این افرادی که این کارا رو میکنن چجوری ذهنشون رو به یقینهای نااستوار و کاذب داده اند که به راحت میتونن شمشیر بکشن به روی دیگران. قضاوت کردن بر مبنای این احکام فقهی و حکم صادر کردن بر اساس اونها که اساسی نداره و بسیار نااستواره، خیلی جسارت میخواد، خیلی تهور و بیباکی میخواد. و فقیهان ما در اینجا حقیقتاً پاشون رو از جاده انصاف، معرفت، یقین، دانش‌های قابل اعتماد بیرون گذاشتن و در یه عصری دارن زندگی میکنن که اتفاقاً در اون عصری که یقین خیلی آسانیاب بود، جان هم خیلی ارزان بود، خیلی ارزان بود. در عصر ما که یقین آسانیاب نیست، جان هم ارزان نیست. من این رو در جاهای دیگه دلایلش رو پرداختم که ما چرا به عدالت اونچنان که باید نپرداختیم و تئوری عدالت در میان ما پخته و پرورده نشد و به همین سبب احکام ناعادلانه صادر میکنیم و با یقینهای کاذب اونها رو عادلانه محسوب میکنیم، ضررش هم البته به جان ملت میخوره. با این فقهی که شما نگاه بکنید توی باطنش برید، یک کسی یه سوالی رفته کرده که میشد این سوال رو نکنه. شما تمام تئوری ولایت فقیه میدونید برای چه استواره؟ برای یک سوالی که یک کسی رفته از امام ششم کرد که اگه این آقا خوابش میبرد یا حالا مسئلهش نبود این سوال رو نمیکرد،
دیگه اون روایت نبود، اصلا کل این تئوری حکومت و سیاست در اسلام نبود، یعنی در شیعه نبود. واقعا اینطوره، یعنی یک امر به این مهمی برای یه امر عرضی و تصادفی بنا شده است. رفته پرسه گفت آقا ما سر ملک و اینا با هم دعوا داریم، سر ارث با هم دعوا داریم، چیکار کنیم؟ در روایت هست، حالا روایتی که بعضی تازه همون هم معتبر نمیدونن، حالا فرض کنیم من معتبر باشه، که ایشان در جواب گفتن که به فقها مراجعه کنید که من اونها رو بر شما حکم قرار دادم. همین روایت نامعتبر در همین لفظش هم اختلاف شده است. بعضی گفتن اونها رو بر شما حکم قرار دادم، بعضی گفتن اونها رو بر شما حاکم قرار دادم. بعد اون آقایی که میخواسته با این روایت نامعتبر حکومت اسلامی و ولایت فقیه نتیجه بگیره، این قرائت رو برگرفته، گفته من اونها رو بر شما حاکم قرار دادم، و این شد اصل تئوری حکومت فقیه و ولایت فقیه، و بعد نشستن بر تخت ولایت و سلطنت، و بعد دست تصرف از آستین ولایت بیرون آوردن و جانها رو برباد دادن. با این فقه گفت با این علما هنوز مردم از رونق شرع ناامیدند. با این فقه، با این بنیانهای بی بنیان و نااستوار کاری نمیشه کرد. یعنی به نظر من به قول خود فقها اصل احتیاط است. اصل احتیاط است. در همه چیز باید احتیاط کرد. بی خود نبود اون فقیهان ما که میگفتن در غیبت امام زمان، اونا از یه موضع دیگه میگفتن، اما نتیجهش هم نیست که من میگم. میگفتن در غیبت امام زمان هیچ کدوم از این احکام جنایی رو نباید اجرا کرد. نه دست دوز باید برید. نه سنگسار باید کرد. نه اعدام باید کرد. هیچ کدوم. گفتن اینا فقط خود آقا باید بیاد و حکم بده، چون اون اعلم به بواطن اموره. خیلی خوب میگفتن. من این رو از طریق معرفت شناسانه به شما عرض می‌کنم، میگم این فقه ضعیف البنیه اصلا قوت کشیدن این بار مسئولیت رو نداره، مظلمه اینها رو نمیتونه بکشه. این یه نکته که برمیخیزد از معرفت شناسی ما. دوم این که دینداری رو خیلی سهل‌تر باید گرفت، یقین از مردم نباید خواست. نمیشه امروز خیلی مشکل شما بخواید خدا رو به طور یقینی اثبات بکنید. هیچ وقت هم اثبات نکردند. امروز از همه وقت مشکل تره. من به یقین عرفا کاری ندارم که اونا در دلشون تجربه هایی داشتن شخصا برای اونها یقین آور بود. برای عامه دارم عرض میکنم. یا مثلا فرض کنید که اینکه قرآن چنین است یا چنان است و 100% درست جمع آوری شده، همه اینا مورد اختلافات تاریخی است. ما به یه ظنی باید بسنده کنیم، و امروز این ظن یا اسمشو بگذاریم امید یا اسمشو بگذاریم اعتماد، همین بیش از این نمیشه. و البته نکته مهم همین است که در ایمان همیشه ریسک وجود داره. اگر شما یقین کامل داشته باشید دیگه ریسک وجود نداره، درسته؟ شما میخواید توی کشتی بنشینید و در میان دریا حرکت کنید. اگر 100% یقین داشته باشید که این کشتی چنان استحکامی داره که به هیچ وجه در هم نمیشکند و غرق نمیشود، شما خطر نکردید، هنری هم نکردید، مینشینید و سالم و سلامت به انتهای سفر میرسید. اما اگر 1% این بازرگان‌های گذشته، من واقعا نمیدونم چجوری پا تو دریا میذاشتن، اون همه مال و تجاره سوار اون کشتی‌های اون چنانی میکردن، دریاها رو عبور میکردن. همیشه هم میگفتن به دریا در منافع بیشمار است، وگر خواهی سلامت بر کنار است. خب خطر میکردن، واقعا خطر میکردن. و حتی امروز این هواپیماها بسیار سیفه، بسیار سیفه. ماها که سوار میشیم خیلی هم خطر نمی کنیم، گرچه میدونیم مواردی هم بوده که سقوطی صورت گرفته. هرگز چنین سیفتی هایی در گذشته وجود نداشت. زندگی مردم با خطر روبرو بود، پر از اخطار بود، ریسک، بسیار ریسک بود. ایمان یه چنین چیز ریسکیه، اصلا فلسفه هست براش. آیه کرکگار معتقد است که اصلا یقین مانع ایمانه. اگه شما یقین کامل بکنید دیگه به چی بخواید ایمان بیارید؟ دیگه راحت
یعنی یقین جبریه. ببینید من وقتی وارد این اتاق میشم و چراغ روشنه، خب من جبران یقین میکنم که چراغ روشنه دیگه، نمیتونم ایمان بیارم. چی ایمان بیارم؟ ایمان وقتی است که شما هنوز بر لبه پرتگاهید، هنوز احتمال میدید که راه دیگری هست، به یک سو دل میسپارید و تن به خطر میدید، ریسک رو میپذیرید، به قول کرکگار جهش ایمانی میکنید. من حالا اون رو نمیخوام بگم، ولی من میخوام بگم که همچنان که قرآن میگه دیگه به ما، دست کم قرآن قیال ما الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، کسانی که ظن به ملاقات خداوند دارن، ظن به ملاقات خداوند دارن. یه عده از مفسرین اومدن گفتن ظن در اینجا معنای یقینه. آخه شما از کجا میگی؟ خدا خودش کلمه یقین رو بلد بود بگه. نگفته، میگه الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. خب این خیلی مهمه، یعنی ظنم از ما پذیرفته است، برای اینکه ما طاقتی بیش از این نداریم، تکلیف فوق طاقتی نیست، نباید بشود. بنابراین در کانتکست معرفت مدرن که حالا دیگه قصه بیش از اینش رو بعدن هم باید بیان کنم براتون، اولا عمل دینی که فقه باشه، اونجاهایش که خصوصاً به آدمیان برمیخوره و جان و مال و آبروی اونها رو مورد تهدید قرار میده، با نهایت احتیاط باید عمل کرد، به دلیل ضعف بنیانی که این معرفت داره. اونجایی که به اعتقادات برمیگرده، به ظنی اکتفا باید کرد، بیش از این هم نمیتوان داشت. حالا ایمان عامه عوام الناس که از ظنم پایین تره، اصلا هیچ مبنایی نداره، تلقینیه، گفتن و اونا هم تلقینن و تقلیدن برگرفتن. این وقتی من میگم زن، اینو برای عالمان و معرفت شناسان میگم، ولی ایمان عوام الناس چه در اینجا چه در هر جای دیگری به یه تقلیدی استوار است، نه تحقیقیست نه استدلالیست، هیچی دربارش نیست. اونایی که تازه خیلی بگردند حد اکثر به اینجا میرسن. اون شعری که من خودم سالها پیش گفته بودم که این قفس بردار تا این یک نفس باقیست ما را، این یقین سینه سوزم بس که در حبس گمانم. من یقین دارم که در گمانم، یعنی تنها همین یقین برای ما باقی مانده است. بر منار آشنایی ها نمی سوزد چراقی، آتشن در تیرگی افتد که آتش زد به جانم. این قفس برگیر تا این یک نفس باقی است ما را، این یقین سینه سوزم بس که در حبس گمانم. ای بهار عاشقی گرمای تابستانیت کو، که خزان گرد زمستان خیمه زد بر آشیانم. و تا آخرش ای سکوت خلوت کروبیان چونت بخوانم. من رو من کرده بودن از نوشتن مقاله، وزارت اطلاعات من صدا زد و گفت دیگه تا مدتی حق نداری. منم به جای نوشتن مقاله شعر گفتم و شعر چاپ کردم. اونام گفتم من که مقاله چاپ نکردم و اون شعر همین بود و در او گفتم آتش اندر تیرگی افتد که آتش زد به جانم. اما اون نکته فلسفی که در اونجا نهاده بودم همین بود که این یقین سینه سوزم بس که در حبس گمانم. خب در پایان سخن برای شما آرزوی یقین بکنم، آرزوی گمان بکنم، آرزوی معرفت میکنم که این معرفت اعم از یقین و گمان است و امیدوارم که با همین کشتی گمان به سرمنزل مقصود برسید. این رو چیز کمی ندانید و حتی از روایات اگر بخوام کمک بگیرم، در روایاتی که ظاهرن هم شیعه هم سنی نقل کردن، گویا پیامبر فرمودن که ما قسم الله شیئاً اعظم من الیقین، نادرتر از یقین نعمتی وجود ندارد، بسیار کمه. این سخنیست که از پیشوایان دین رسیده، یعنی گمان نکنید یه چیزیست مثل ریگ بیابون همه جا ریخته و راحت میشه پیداش کرد. در میان چیزهایی که خداوند میان خلایق قسمت کرده، تقسیم کرده و پخش کرده، یقین نادرترین اونهاست. اگر به اون نوادف رسیدید که رسیدید، خیلی عالی. اگرم نرسیدی بشنوی این نکته که خود رازقم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی.
این روزی ننهاده است برای عموم انسانها و نرسیدن به اون هم نباید موجب اندوه و قصه باشد. و السلام علیکم و رحمت الله. فلسفه قدیم، فلسفه ارسطویی و افلاطونی و این زمان هم از این ضعف برخوردار میتونه باشه، چون اینها هم در تاریخ گذشته که بیشتر چیزها سینه به سینه نقش شده، حالا نمیدونم چطوری کتابت چطوری بوده از اون زمان به بعد، آیا اون فلسفه های قدیم هم محکوم یا این ضعف رو داشتن؟ سوال دوم هم این بود که راجع به یقین و ایمان که فرمودین، ما میتونیم تشخیص بدیم که معرفت اولیای خدایی و الهی کدوم بخشش یقین بوده و کدوم بخشش از جنس ایمان بوده، یا اینکه ما نمیتونیم اینا رو اصلا سوا کنیم؟ خیلی ممنون. از میشود که در باب فلسفه گفتید، ببینید اون تاریخ که من گفتم اون رو باید به دقت دانست که منظور چیست. یه چیزاییست که قوامش به تاریخیته، یک چیزاییست که قوامش به تاریخیت نیست ولو این که نقل شده باشه. ببینیم ارسطو سخنانش متقوم به ادله‌ایست که در فلسفه خودش آورده. البته این ادله و اون سخنان تاریخاً به دست ما رسیده، یعنی ناقلان اونها رو نقل کردن. اما اون سخنان از ارسطو باشه یا از هر کس دیگری باشه، ما وقتی که میخونیم به این اعتبار اهمیت نمیدیم که ارسطو گفته، به این اعتبار اهمیت میدیم که اونا مدلله و به دلائلش ور میریم. یعنی اگر بنا باشه دلائلش رو مورد نقد و قربالگری قرار میدیم و اونگاه میپذیریم و نمیپذیریم. لذا ارسطو برای ما اینجا اهمیتی نداره، اتوریته با دلیل نه با شخص. اما در ادیان اینطور نیست. ببینید ما وقتی که سخنی رو میشنویم و راوی برای ما روایت میکند که این سخن رو پیامبر گفته، این پیامبر گفتن مهمه برای ما، چون اتوریته وجود داره. در علم، در فلسفه اتوریته نیست. هیچ که نمیتونه بگه این حرف چون کانت زده، چون هگل زده، چون افلاطون زده شما بپذیرید. بنای فلسفه بعد در علم هم همینطور. ما نمیتونیم بگیم این تئوری رو چون آینشتاین آورده، چون نیوتن گفته، چون لایبنیتس گفته، چون این حرفای نیست. اتوریته در علم تجربه است و استدلال ریاضیه، در فلسفه هم استدلال برهانیه. اما در دین اتوریته همون پیشوای دینه. یعنی پیروان دین میگویند که این سخن چون از آن پیامبر است من قبول دارم، کس دیگری اهمیت نداره برای من، خواه گفته باشه خواه نگفته باشه. اینجاست که اون نقش تاریخیت میاد وسط. اینکه آیا پیامبر این رو گفته یا نگفته و بین من و ایشون که 1400 سال فاصله است، این گفته از چه پیچ و خمها و کوچه خیابونای عبور کرده تا به من رسیده و دوچار چه تحولاتی شده، این اینجا نقش مهم داره. برای اینکه من بتوانم او رو به قطع مستند کنم به پیامبر. شما ببینید ابو حنیفه 2 قرن بعد از پیامبر بود، از میون احادیث پیامبر 16 تا 17 تا رو بیشتر قبول نداشت. میگه بقیه از نظر من معتبر نیستن. گوش کردید؟ و با این 15-16 تا فقه خودش رو بنا کرد. منطقه بیشتر فقهش هم که میدونید در قیاس بنا شده است. یعنی همون قیاسی که شیعیان قبول ندارن. و بیشتر اهل سنت هم امروز به فقه حنفی عمل میکنن. شاید نصف اهل سنت. حالا به هر حال غرضم این است که یه جا هست که خود نقل پشتوانه کلام است، یه جا هست که نه، نقل فقط یه مرکبی بوده که این کلام سوار شده به شما رسیده و استواریش در گرو نقل نیست، بلکه در گرو همون برهان است و کلامی است که دلیلی است که خود گوینده در کلام خودش نهاده. همچنان که ما امروز وقتی که مکانیک نیوتنی رو میخونیم نمیگیم نیوتن، میگیم این استواریش به دلیل تجربه هایی است که پشتوانه سخن نیوتن هستن. اما در باب اون که پیشوایان دین کجا ایمان داشتن کجا یقین داشتن، نه من نمیدونم که میشه معیاری داشت برای تمیز بین این دوتا. نمیدونم، نمیتونم بگم. همه بله پیامبران، نمیدونم، چیز علامتی نداره. حالا فرقی هم برای ما نمیکنه،
به هر حال اونا ایمان داشتن به یه بخشی، یقین داشتن به یه بخشی، بخواه برای کسی که پیرو پیامبره همش حجیت داره، فرقی نمیکنه. اما اینکه در عالم روح او چه میگذشته و در ذهنش چه تحولاتی و چه خبرهایی بوده خب نمیدونیم. در مورد خود قرآن چی؟ همه چیز فرق نمیکنه. قرآن یه قطعیتی داره برای ما دیگه. ببینید، بله، ببینید، شما یه وقت اعتقاد رو میگید، خب برای کسی که مسلمان رو قطعیت داره، منتها من دارم الان اینجوری میگم، من میگم شما نگاه کنید قطعیت بر چه بنا شده؟ بر نقل‌های تاریخی بنا شده. نقل‌های تاریخ بس چی؟ خود قرآن که معتقدیم که واقعا خداوند حفظش کرده. شما از کجا این قرآن از کجا اومده؟ قرآن رو میگیم که 1400 سال پیش پیدا شده. بس کجا اینو ما میگیم؟ خب ناقلان تاریخی، نه ناقلان تاریخی به ما گفتن که این قرآن اون موقع پیدا شده. وحی و اینا که نقل تاریخی نیست، چون کسی وحی رو ندیده که بخواد نقل کنه. این که در یک 1400 سال پیش حادثه ای رخ داده، این حادثه رو کی به ما خبر میده؟ تاریخ خبر میده دیگه. خب این حادثه هر چی میخواد باشه، ظهور پیامبر باشه، نزول قرآن باشه، جنگ های پیغمبر باشه، وفات پیغمبر باشه، تولد پیغمبر، همه این حوادث تاریخی از طریق نقل‌های تاریخی به ما منتقل شده است. این نقل‌های تاریخی بعضش البته محکم‌تره، بعضش محکم‌تر محکم نیست، اما همینه دیگه، با چیز دیگه نداریم. به من که وحی نشده که قرآن در فلان تاریخ نازل شد، به شما که وحی نشده، به احدی، همه ما مثلا در باب حضرت عیسی همینطوره. خب از کجا میگن؟ میگن تاریخاً معلوم شده که ایشون یه وقتی به دار زدن. خب غیر از این که نیست. میگن 2000 سال پیش ایشون رو بر دار زدن و خب این نقل‌های تاریخی از اونجا به ما رسیده. حتی مسلمان‌ها هم قبول ندارن اتفاقاً. میگن اون نقل‌های تاریخی شما از نظر ما درست هم نیست. از همینجا شما میتونید بفهمید که علم تاریخ چقدر ضعیفه. برای اینکه حتی متواتراتش مورد تردید قرار میگیره. برای مسیحی ها تسلیب عیسی، کروسیفیکشن عیسی از متواترات تاریخی است، یعنی از قطعیات تاریخی است. اما مسلمان ها همین قطعیات رو هم قبول ندارن، چون حتی تو نقل تاریخی میتونه اشتباه رخ بده ولو متواتر. ببینید خیلی این اتفاقا حادثه جالبی است. من یه وقتی یه دانشجوی رساله فوق لیسانسی پیش من می نوشت و در تهران بود، دانشکده الهیات، راجع به همین مسائل اینا رو تحقیق کرده بود. خیلی نکته های جالبی است. ببینید یه حادثه تاریخی رخ داده، یه عده هم گزارش دادن این حادثه رو. فرض کنیم که خلق کثیری این حادثه رو گزارش دادن، همه دیدن مثلا یه جایی آتش گرفت، همه دیدن یه وقت زلزله اومده، همه دیدن که عیسی بردار رفته. قرآن شبهه کرده در این، میگه عیسی نبود، یه کسی بود شکل عیسی بود. آشو منجا میخوایی چی بگی؟ تمام حادثه و نقل حادثه رو تأیید کرده. توجه میکنین اتفاقا دامن یهودیان رو پیراسته و ما صلبوه و ما قتلوه، میگه یهودی ها نکشتنش. یهودی ها از این جهت خیلی باید مخلص پیغمبر اسلام باشن، چون که این غبار رو از دامن اونها افشاند، برخلاف مسیحی ها که تازه این اواخر رضایت دادن که بگن نه یهودی ها حالا همه شون مقصر نبودن. ولی در قرآن هست که یهودی ها نکردن این کار رو. و ما قتلوه یقیناً، این این عبارت قرآن، یقیناً یهودی ها عیسی رو نکشتن، در حالی که مسیحی ها میگن یقیناً عیسی بردار رفته است. یادم یه دفعه یکی از این مبلغین مسیحی اومده بود در لندن، بودم من منزل ما بوداش، همین تبلیغاتو میگرد. گفتم شما از کجا مطمئنی که عیسی بردار رفت؟ گفت آها این حرف چی شما میزنید؟ مثل اینکه یه کسی مثلا امپراتوری روم رو زیر سوال ببره. خب این که یه وقت امپراتوری روم بوده، این همه امپراتورها اومدن رفتن، سزار اومده، کی اومده، کی نیومده، این که دیگه جای سوال نداره. ولی همین میبینید که مورد سوال قرار گرفته. چه جوری این نقل تاریخی تو شبهه شده؟ اینکه بله قبول داریم که شما دیدین عیسی بردار رفت، اما واقعا عیسی نبود، یه کسی بود شبیه او بود. ولیکن شبه له. خب حتی یقینیات و متواترات تاریخی
اینا محل کلام. شما در خود تشیع نگاه بکنید، خب شیعیان همه میگن که روز قدیری بوده، اهل سنت هم همینو میگن، میگن بر روز قدیر خون بوده و پیامبر رفت و حالا شیعیان که خطبه خیلی مفصلی نقل کردن، اون کار نداریم، اون مقدارش که متواتره و هم اهل سنت و هم شیعیان قبول دارن این که پیامبر در اون روز علی رو بر دست گرفت و یا اشاره کرد به او و گفت اللهم وال من والاه و آد من آداه، اللهم خذل من خذله و انصر من نصره الاخ. همین دو سه جمله است که متواتر است، یعنی به اصطلاح قطعی است. خدایا هر کی که ولی علی است، دوست علی است، دوستش باش، هر کی دشمن اوست دشمنش باش و غیره. خب ببینید این حادثه رو خیلی از اهل سنت اومدن و وصل کردن به یه حادثه‌ای که قبل از قدیر خم رخ داد، یعنی اینکه علی با مالک و ببخشید با خالد رفته بودن در قبائل و جنگ و بینشون دعوا شده بود، خلاصش اختلافی بین خالد و علی شده بود و اینا آمدن و اختلافشون رو در همون اتفاقا روز قدیر خم با پیامبر مطرح کردن. علی اینا حج نبودن، از اون جنگ برگشتن و آمدن پیش پیامبر و گفتن که چنین اختلافی بوده. اهل سنت میگن که پیامبر در واقع دخالتی که در اینجا کرد این بود، به مردم گفت با علی در نپیچید، دوست منه و خدایا هر کی رو دوست داره دوستش داشته باش، هر کی دشمن داره دشمنش داشته. من نمیگم که این چنین بوده یا این چنین نبوده، میخوام بگم یه حادثه یه واحد حتی متواتر باشه اختلاف توی تفسیرش پیدا میشه، اختلاف تو تفسیرش پیدا میشه که آیا واقعا اون جمله معناش این بوده یا نبوده، کانتکستش چی بوده، مدلولش چه بوده. به اصطلاح روایتش رو قبول میکنن، درایتش رو مورد بحث قرار میدن که آیا واقعا اینطوره بوده، یا اینکه حد اکثر اگر پیامبر گفت که خدایا دوست علی باش و دشمن علی باش غیره، آیا در مقام توصیف علی بود یا در مقام چی بود، بیان یه حکم، یعنی نسب میکرد او رو به چیزی. فرق است بین این که من شما رو نسب کنم یا بگم که ایشون برای این پست خوبه. یه وقت میگم ایشون برای فلان پست خوبه، فقط معرفیه. یه وقتی که به شما میگم من دارم او رو برای این پست منصوب میکنم، این دو بحثه. همه اینا هست به علاوه بسیار چیزهای دیگه. بالاخره اختلافاتی که بین شیعه و سنی، بین پروتستان و نمیدارم کاتولیک اینا پیدا شده چیه؟ همین متون تاریخی مورد بازتفسیر قرار گرفته، همون حوادث تاریخی مورد بازتفسیر قرار گرفته که عیسی فلانجا. خب شما فکر میکنید که عیسی کاتولیک بر چی بنا شده؟ دقیقاً بر یک چیزی شبیه وصایت عیسی، همونطور که ما در تشیع قائل به وصایت میگیم، علی وصی پیامبر بود، اونا میگن که عیسی پیتر رو، سنت پیتر رو وصی خودش قرار داد و بقیه پاپ ها هم همه خلفای اونن، از همون سنت پیتر اولی. اونم به چه دلیل؟ به دلیل یه جمله عجیبی که در انجیل هست. پیتر میدونید که، یا پتروس به لاتینی یعنی سنگ، درسته؟ پترول، پترولیوم یعنی روغن سنگ که همون نفت باشه. پیتر یا پتر یا پتروس به عربی یا همه اینا که میشه همش یکم، یه جمله در انجیل هست که میگوید به عیسی خطاب کرد به پیتر، گفت که تو پیتری و من بر این سنگ کلیسای خودم رو بنا مینهم. گفتن که منظور این که بر سنگ بنا مینهم یعنی بر پیتر بنا مینهم، که معنی اسمش همون سنگه، یعنی او خلیفه من است و پاپ های بعد از اونم خلیفه. من شاهد مجادلات پروتستان و کاتولیک بودم سر اینا که عین این جمله رو آوردن و بر سرش نزاع می‌کردن که آیا همچین دلالتی داره یا نداره. خب جناب مارتین لوتر که اتفاقا امسال 500مین سال دعوی اوست به پروتستانتیسم، و من امیدوارم در نظرم یک جلسه از این سلوک رو به همین پروتستانتیسم اختصاص بدم، البته going out of way، و چون خیلی حرکت مهمی بود، یکی از مهمترین حرفاش همین بود، میگه عیسی خلیفه نداره. این حرفا چی شما در آوردین؟ این تفسیرها چی شما از این عبارات میکنید؟ خلیفه نداره هیچ کی.
خلیفه عیسی نیست و همه روحانی خودشونن. هر کسی روحانی خیشتن است و مستقیما با خدا تماس داره، مستقیما هم باید به او جواب بده الی آخر اون چه که گفت. ببینید بلا حوادث همونن، جمله همان است. علوم تاریخی که ما میگیم از اف علومند، واقعا از اف علومند، یعنی اون چه که از طریق تاریخ به ما رسیده از نشیب و فراز حوادث بسیار عبور کرده. آخرش هم ما با چند تا گزاره مواجهیم، گزاره هایی که تازه باید بشینیم معنی کنیم و بر سر معناشون چقدر اختلافات وجود داره. به همین دلیل هم هست که بنده و خیلی طرفدار پلورالیزمیم، یعنی میگیم که این تعدد اندیشه ها و تفسیرها در دین رو خیلی باید طبیعی و عادی گرفت. کسی رو به خاطر اون نباید کشت، کسی رو به خاطر اون تکفیر نباید کرد. اصلا دانش تاریخ مستعد چنین چیزیست، توش به یقین نمیشه رسید. برای چی آدم بیاد و بگه که اون تفسیر من یا اون درک من یا اون نقل تاریخی من عمده است و حق است و یقینیست؟ چنین چیزایی اگه یه روزی هم میپنداشتند که شدنی بود، امروز نه. مخصوصا ما امروز یک چه بگم ناکامی داریم، بدبختی داریم که از اون منابع خیلی دور شدیم، فاصله گرفتیم. ما شاید اگر 100 سال بعد از پیغمبر بودیم وضعمون فرق میکرد. همین الان شما، حالا برای اینکه مثال ساده داشت، همین مشروطیت توی ایران که 100-104 سال پیش رخ داد، 1906 بود دیگه، ببینید چقدر دربارش حرفه. با اینکه زمان کتابت بود، کتاب نوشتن، روزنامه بود در اون زمان، تلگراف بود در اون زمان، این همه قلم به دست بودن و حوادث رو ثبت کردن، نسل به نسل، سینه به سینه و هم به ما رسیده، مکتوب هم رسیده. شما نگاه کنید یک دونه تفسیر واحد ما از این حادثه نداریم. واقعا از انقلاب مشروطه بیاید جلوتر، همین حادثه انقلاب اسلامی که اکثر ما که اینجا هستیم در اوان این انقلاب حضور داشتیم، بعضی همون جوانتر، بعضی پیرتر، بالاخره اطلاعاتی داریم از اون موقع. شما نگاه کنید الان بر سر شخصیت هایی که در این انقلاب شرکت داشتن چقدر حرف های مختلف وجود داره، نقل هایی که حالا هر روز چیزای تازه بیرون میاد و سرگذشت اینو سرگذشت اونو، چجوری این درک ما رو از این حوادث عوض میکنه. این چنینه دیگه. همیشه ما میدونیم در دانش تاریخ یه چیزایی هست که به گوش ما نرسیده، به چشم ما نرسیده، اسنادی، حوادثی که برای همیشه گم شده، برای همیشه دیگه نامعلومه. خود مورخین میگن، فیلسوفان تاریخ میگن حادثه تا 100 سال از اون نگذره تاریخی نمیشه. تازه 100 سال بعد بگذره تا آثارش رو نشون بده، تا تازه ما بتونیم دربارش صحبت کنیم. بعد از 100 سال هم که دیگه چی صحبت کنیم؟ چیزی که از دست رفته دیگه پیدا نیست. همینطوری باید با ظن و گمان، حدس و گمان چیزایی بگیم و کمان که همینطور. انقلاب فرانسه همینطوره، هنوز که هنوز راجبش دارن کتاب می نویسن. خب اصلا ماهیت تاریخ اینه دیگه، این چنین چیزیست و بیش از این از او انتظار نمیشه داشت. لابلای اینا یه حقایقی هست، نه اینکه همش بر باد هوا باشه، همش بر باد فنا بره، نه اینطور نیست. بالاخره سر هیچی دعوا نمی کنن، سر بی صاحب نمی تراشن، یک واقعیاتی هست. اما این واقعیات چنون در لابلای این تفسیرها و این نقلها کمرنگ میشه و گم میشه که واقعا به خدا باید پناه بود. به همین دلیل بود توینبی که از فیلسوفان تاریخ بود، مورخ هم بود، میگو علم تاریخ یه بخشش تاریخه، یه بخشش افسانه است، یه بخشش هم هنره. اون بخش تاریخیش همون واقعیاتشه فیلمثل. افسانه هم که خب خیلی آمیخته است با تاریخ، مقدار زیادش هم هنر شخص مورخه که اینا رو چجوری گله هم بکنه و از این مجموعه تاریخ و افسانه تاریخ بسازه خلاصش. خب ببخشید دیگه، فکر میکنم بقیه بحث رو به نوبت آتی بسپاریم. هنوز سخنانی هست که باید گفته بشه، میدونم سوالاتی هم هست. انشالله بقیه بحث از جانب من و سوالات از جانب شما انشالله به نوبت آتی واگذار میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.